بسم الله الرحمن الرحیم په اسلام آباد کې افغان سفارت ویلي څه باندې 1500 افغان بندیان د کراچۍ له زندانونو آزاد سول. دغه سفارت پر یو ټویټر پاڼه لیکل سوي په اسلام آباد کې د افغان سفارت او په کراچۍ کې د دې د کنسلګری په هڅو 1500 تنه چې 450 تنه یې ښځې او 9 ماشومان شامل و آزاد سوه. سلام، وخت مو په خیر. دا د نن خبره او زه سید فرید احمد لطیفی په خبرونه کې را سره یاسین حبیب د سیاسي چارو شننکي میلمه دی. ښاغلی حبیب، دار سره مخکې تاسو ښه راغلاست وایم، که داره ته وایست تر څو به افغانان کډوال وي. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود بر شما و به همکاران محترم شما، همچنان به بیننده نهایت عزیز تلویزیون جواندون، چه در داخل و چه در خارج. وعلیکم السلام. ببینین جناب آقای لطیفی، ما همیشه از طریق رسانه ها گفتیم، ما عقیده بر این دارم که در صورت یک فامیل، بله، یک انسان، بله، کدام مشکلات جدی به او مواجه نباشه، بله، کدام پرابلم های سخت خطرناک که حیاتش تهدید بکنه با او مواجه نباشه، چرا از وطن خود برن؟ بل. چرا می کشور خود را ترک کنن برن؟ به خاطر از این درست است مشکلات اقتصادی ما داریم، بل. اما همین مشکلات اقتصادی را اگر پاکستان ها میرن، ایران ها میرن یا یک جای دیگر جای میرن، به همین مشکلات مواجه می باشن. بل. حتی جناب آقای لطیفی، من کسایی را می شناسم، بل. کسایی را من سراغ دارم، بعضی از اقارب دوستای ما هستن و حتی از همکارهای ما هستن که در بیرون از کشور رفتن، همیال به جان آمدن، به داد آمدن، به فقان آمدن، هر لحظه به یاد وطن میگدازن، عشق میریزن، خوش نیستن. قبلا نمیجا بود بسیار علاقه داشتن برن، ولی با مجردی که رفتن یک ماه، دو ماه، سه ماه گذشت، خیلی پریشان شدن. بنان در دو کشور واقعاً سقل مجاهدین ما و شما، مردم ما و شما، در دو کشور فوق العاده وجود داره، یکی پاکستان یکی ایران. زیادی بله، زیاد وجود، تقریبا ما میتونم گفته که از 3 میلیون مهاجر در این 5 میلیون مهاجر زیاد در ایران و در پاکستان، اول پاکستان دوم ایران وجود دارن، که اینجا هم مهاجرین ما با مشکل مواجه هستند در این دو کشور، و هم کشور میزبان، بله، و بعضی از مهاجرین خدا یار جانشان، پروردگار هدایت نیکی بتیشانه، این یک سلسله کارهای ناقوت اندیشانه انجام میتن، بل. که حتی عرصه زندگی رو برای دیگه مهاجرین تنگ میکنن. فلهذا در پاکستان زیادتر مهاجرین مظلومی افغانستان، بل. قرار دارن. چندی قبل در حدود اضافه از 500 مهاجر فامیل ها بودن، اینا غیر قانونی، بدون کدام اسناد، بدون کدام پاسپورت، حتی یک قسم کارتایی را قبلا توزیع میکردن، میدادن برای افغان ها، برای مهاجرین، از این کارت هم نداشتن. خب وقتی که یک مهاجر فامیلکی اسناد هم نداشته باشه، پاسپورت هم نداشته باشه، اما قسم کارت های خاصی که از برایشان توزیع میشه برای مهاجرین، بلکه ها مهاجر توزیع شدن، از این کارت هم نداشته باشه، طبعا دیگه این مشکلات در قبال داره. خب همین 500 فامیلی که زندانی بود، خرد و کلان، پیر و جوان، طفلا، واقعا این تأسف‌بار بود. حالا من خوش هستم که از زندان آزاد شدن، یعنی یک اقدام بسیار نیکی بوده. شغلی عبیب سید، چی ځینی افغانان چلته کډوال یا اسناد نه لري، اما د ماشومان اچول په زندان کې، د میرمنو اچول په زندان کې، دا د یو گاونډي په صفت قسم نړیوال اصول دانه اجازه دي، چې د نړیوالو بشري حقوقو دانه اجازه چې یو ماشوم په زندان کې واچو، نو بیا ولې داسې جدي برخورد د دې سره کېږي؟ ظلم ولې پر کېږي؟ تر څو به دا ځورونه کېږي او د دې غم باید څوک وخوري؟ آقای لطیفی، ایله شما مطمئن باشین که بلی. دشمنای اسلام، بله، سعی می‌ورزند در بین ملل اسلامی، بله، خصوصا کشورهای اسلامی که با هم همسایه مثل افغانستان، پاکستان، ایران، بله، کشورهای آسیایی میانه، سعی می‌ورزند در بین از این کشورهای اسلامی که نه همسایه ها هستند، یک سلسله مشکلات ها و جنجال ها و دشمنی ها و پرابلم ها و تنش ها و دیگه واقعا این اعمال نادرستی را فقط زبینشان خلق میکنن، که باعث یک تشنج بزرگ شود، باعث یک کشیدگی بزرگ شود، بالاخره منجر به درگیری ها شوند، ایجاد کینه ها و عقده ها در دل روح روان طرفین شوند. همین قسم دشمن های اسلام میخواهند، دشمن های مسلمان ها میخواهند، دشمن های ملل اسلامی میخواهند که
ملل اسلامی خصوصا همسایه ها در بینشان کشیدگی وجود داشته باشد، دشمنی وجود داشته باشد، که امروز با کمال تأسف باید بگویم که بین افغانستان و پاکستان، بین افغانستان و ایران، حتی قرار است که بین افغانستان هم و کشورهای آسیای میانه این مشکل خلق کنند. خب امو اساس اگر چی خب بیاین از واقعیت ها تیر نشیم، بی طرفانه حرف بزنیم. بیشترین مهاجرین در پاکستان هست و ملت مسلمان پاکستان، خواهرها و برادرای ما، اونا هم در برابر برادرای مهاجر خود، خواهرای مهاجر خود، البته ملتش، منظور من ملتشان هم میگمسیم، اینا واقعا از روحی اسلامی و حتی اینمی آزادی، اینمی 500 میلیون 500 مهاجر خانواده که از زندان در پاکستان در کراچی از زندان آزاد شدن در اثر این تقاضای بعضی از برادرای پاکستانی ما. ولی شغلی عبیب بود ما شما نو چول پزندان که انسانی عمل گرد؟ نه، من یک چیز بر شما بگویم که وقتی که همون فامیل بسته، خوب ماشوم هم همون طفل هم مربوط به یک فامیل بده. بله. مرد خانم و چند تا طفلا، وقتی که مردش از زندان پرسن، بله، خب من باورمند هستم که همون خانمش هم گفته تقاضا کرده که خیک تو مرد ما را، رئیس خانه ما، بزرگ خانه ما را در زندان مندازی. وقتی که تو بزرگ ما را در زندان مندازی، خب ما را هم بنداز. خب اگر اون مرد که بدون اسناد، بدون پاسپورت، بدون سند درست او را در زندان انداختن، اینا لباس خانمشان و طفلاشان کجا برن؟ اونا بیسر ساز خبر پر زیده کلچ پا زندان که چولکی رتمن پلار مور خوندی ده با چول ور سرای پا زندان که اما پر ما شم زلم کول ده ما شم لسونه ترل دا خو نړیوال بشری حقوقونه تر پښو لاندې کول نړیوال وس چیرته دی؟ ولی وس دی نوای شي پاکستان د بشری حقوقونه نقص کړی؟ ولی یو هیواد نوای ما بسیار متاسف هستم که مهاجرین مظلوم ما وقتی که در زندان میرن، در زندان افغانده میشن، اونجا با طفلشان، با خودشان، با خانمشان، با اولادشان این قسم یک روش غیر انسانی صورت میگیره. خیلی متاسف هستم. این کار نیست که انسان ها انجام بدن. اگر اموج زندانبان ها هستن، مسئولین یا نیروهای امنیتی هم زندان هستن، اگر در برابر هم طفلای معصوم همچی یک روش نادرست را انجام دادن، واقعا غیر انسانی بوده، غیر اسلامی بوده. اولا غیر اسلامی، دوم غیر انسانی، سیوم غیر برادر. ما امروز افغانستان و پاکستان با هم دو ملت با هم برادر هستن. اونا مسلمان، ما مسلمان، مشترکات با هم داریم، مشترکات دینی، قومی، زبانی، منطقوی، نژادی با هم داریم. باز نباید امی کار صورت میگیرم. اما آمدیم و ای که باز هم مثل که اول گفتم که عیف هست که ام وطنانی عزیز ما در صورت که کدام فشار از طرف حکومت بالایشان نباشن، در صورت کدام تهدید جدی از طرف حکومت بالایشان نباشن، در صورت که این واقعا این در برابر کدام این یک شرایط سخت دشوار سیاسی قرار نداشته باشن، چرا کشور خود را ترک میکنن میرن؟ همه افغان ها که بودن، کل فامیلا برن این وطن، شغلی حبیبی واز جدا مخالف این ماجرت ها هست. شغلی حبیب تاسو مخکی ویل چې لامل اقتصادي ستونزه ده، یوازې اقتصادي ستونزه ده که نورې ستونزې هم شته په هیواد کې چې د افغانان ځي بلې نورې هیوادو ته. یک چیز همه بر شما بگویم جناب آقای لطیفی، ما به یادم هست از مدت 40 سال چلویش کالا مخکی بود تا کنون افغانهای ما خیلی علاقه من بودن که برن به امریکا، برن به آلمان، برن به لندن، برن انگلستان. شغل عبیب بله شغل عبیب دته چی بله میرفتنشان که به طرف امریکا و فرانسه و آلمان و لندن و یک جای سوئیس و یک جای دیگه جای از طریق پاکستان میشه. این علاقمندی را در روح روانی افغانای ما بودن که شغل عبیب علاقمندی بات من شی زمینه ولتنی برابر ات من اوس د ذکر زمینه نه برابر تیر روز ما خبرون در لو دی افغان خور افغان مور وای چې مات زما لور ته د ذکر زمینه نه برابر زما مجبور يم چې ولر سم خارج ته د ذکر زمینه برابر ده ټول قدلت ارسه ماده سي بیا افغانان زړه شکی چې بل هیواد تلګ بی بی یک چیز ما همیشه طریق رسانه ها گفتیم، خصوصا در می قسمت ما در چندین رسانه امیر ما خطاب کردیم به رهبرای محترم امارت اسلامی. بالکل مال خود شما لله الحمد آمدین، هم به می جغرافیا به می جغرافیا حاکم شدین، زحمت علمی ملت شما به دست گرفتین، حال شما دیگه باید یک حکومتی را
حاکم بسن، یک حکومت را جور کنین، شما یک وضعیت را دهی وطن بیارین، شما یک شرایط را دهی وطن بیارین که مردم به طرف آرامش رو ببرن، مردم خود آرام احساس کنن، خود به اصطلاح این با عزت احساس کنن. و ای که شما دروازه های مکاتب یا پوهنتونا را بروی دخترای وطن میبندید، حالا خب بازم حکم این ادامه تحصیل بر مرد زن از طرف اسلام حکم است، از طرف این قرآن حکم است، حدیث نبوی است، مثال نشنیدیم. صرف یگان تا آدمایی که گفتن که ولا تحصیل بر زنها مباح است، اولین حرفی است که من از زبان امو کسی که خود عالم میتراشه، اولین در عمر من این 60 سال یکم 60 سال ما عمر دارم، اولین حرفی است که از زبان یک عالم میشنوم که میگن ولا ادامه تحصیل بر زنها مباح است. اکثریت علمای جهاد کشور ما، علمای جهاد دنیا همیشه اون قرآن است. بله در لامردی بله است. بله بله همی تحصیل برای مرد زن فرض دید علا در خواب پرسوی دید بلکل این که هر کسی که میگه که ادامه تحصیل برای زن ها مباز او خلاف حکم قرآن حرف میزنن، خلاف احادیث نبوی حرف میزنن، خلاف شریعت قرآن محمدی حرف میزنن. حالا من میگم بله در برای محترم امارت سیدم، گرچه مطمئن هستم جناب آقای صفی اکثریت قاطی رهبرای عزیز امارت اسلامی طرفدار ادامه تحصیل قشر نسوانی و تن هست، اکثریت سوک در تعلیم طرف نینیست، اگه سوک دیده تا معلوم دی خب خیر حال ما اون مشخص است، ولی همه که گفتم میتونم اکثریت طرفدار امیست که باید قشر نسوانی و تن تحصیل بیام بکنن، تعلیم بکنن، دکتر شون، معلم شون. به خاطر از این ما بازم همیشه در رسانه ها گفتیم، در گذشته هم گفتیم که ما وقتی که دکتر زنانه نداشته باشیم همین خانمای ما را کی تداوی بکنه؟ امو شغل حبیب بله شغل حبیب دا خدا لامر فرسته وی بدون شک او نارینه پرز دی تاسو یادونه وکړه چې ځینې ډیر خوشش چې ذکر په جونی وکړي نو اوس هر نظام به خپل په خوښه ولست خدمات وړاندې کوي کیا دولت په خوښه به حکومت خدمات وړاندې کوي او ما ولې اختلافات شتون لري د اسلامي امارت په حکومت کې مشران اختلافات لري چې ذکر زمينه نه برابرۍ زیاده دي پر مخ طالب بنسټونه نه خلاصي ولس په خوښه باید حکومت کار وکړي. یک چیز جناب لطیفی سبیایی که مثلا ما و شما هم بی‌طرفانه حرف بزنیم، ما گمان نکنم که هیچ کس مخالف ادامه تحصیل قشر نسوان باشه، به خاطر وقتی که حکم خدا و رسولش باشه، شریعت باشه، هیچ کس خلاف حکم خدا و رسول حرف نمیزنه. ولی ما همیشه گفتیم شنو چې خدای امر دی نو بیا ولی زنی خوشی په خوشی یا زنی بله آلمان میرم در گذشته در زمان دمی 40 سال نظام جمهوری خصوصا در وقت غنی یک سلسله پروژه های برافتیده بود وام از طرف هر طرف رولاغنی وزیفه داشت. بله من میگم رولاغنی فقط رولاغنی ماموریت یافته بود از طرف یهود نصارا بعض پروژه ها مثلا بعض انجمن هایی را جور کرده بودن از قشر دخترها و زنها در افغانستان طول اینجورنه تا که یا دا گوت پشمار خود نه اصلا اینا آیسته شروع کرده بودن آیسته خصوصا در زمان غنی آیسته از کابل شروع میکردن ایران میخواستن در هرات و میخواستن در مزار و در ننگرهار و بغلان و یک طرف و دیگر طرف قندار و دیگر طرف اما اجازه بتینجا او پروژه ها فقط به خاطر به فساد کشاندن جوانای وطن دخترانی وطن پسرانی وطن به طرف فساد و فسق و فحشا بکشانن که این پروژه از طرف یهود نصارا بود از طرف دشمنای اسلام بودن از خصوصا از طرف یهود بود که رولاغنی وظیفه داشت ولی خصوصا اینجا مرکز بود در مرکز زیادتر این فشارش و فوکسش در مرکز بود در پانتونا بود در باز مکاتب بود و به میرقم حال امیر رهبرای محترم امارت اسلامی هم میگن که ما میخواهیم که این مدفی یک آلتی را که در اون زمان برای دیده بود در بین خصوصا قشر نسوان اونمو را ما مهار کنیم ولی ما میگم درست است بکنین مهار کنیم کار خوبه سواست کار همه جدی بله همه یک قسم سعی کنیم یک و نیم سال شد که
دروازه مکاتب باز نشد. شما در طول یک و نیم سال نتونستین که امی پرابلم ها را حل کنین، میکانیزم های درست نیره به خاطر ادامه تحصیل دخترای بالاتر اصلا ششم میره روی دست بگیرین. حالی که ملت ما هم تشویش داره، ما هم ناراض هستیم. همیست که شما در طول یک و نیم سال نتونستین در سطح وزارت معارف بالاتر از صنف ششم میکانیزم هایی را به وجود بیارین که دخترها بیاین در چوکات شریعت قرآن محمدی با حجاب اسلامی با نظم و دسپلین درست مرتب شده از طرف امارت اسلامی و دروازه های مکاتب باز شد بالاتر از صنف ششم. امیر نکدن این کارا. حالا که وقتی دروازه پانتونا که بسته شد این هم یک تشویش است. ما امیدوارم که درست است، قبول میکنیم که شما ادعایی را که شما مثلا دلایلی را که شما میارین مبنی بر محو فساد صحیح است، خواهمون را زودتر انجام بدین. حالا خواهم امروز با قاطعانه عمل بکنین، زودتر همون پروگرام ها را جور کنین، زودتر میکانیزم های تان را جور کنین، زودتر پلان های تان را جور کنین، عملیش کنین، هر کسی که خلاف همون قانون عمل کرد او را فورا اخراج کنین، مجازات بکنین. اما دروازه های پانتونا را برای دخترها بند نکنین، دروازه های مکاتب را برای دخترها بند نکنین، به خاطر اینکه بله جناب آقای لطیفی اینمی گفت باعث میشه که سیل فامیل ها برن اجرت کنن، سیل فامیل ها به خاطر از اینکه دخترانشان بی سواد بار نبیای از ادامه تحصیل و تعلیم محروم نشن رو میبرن به طرف پاکستان، رو میبرن به طرف ایران، رو میبرن به طرف ترکیه، رو میبرن به طرف تاجیکستان. وقتی که کلگی میره فامیلا میرن، شما و اونجا هم که میرن، پاکستان هم که میرن، ایران هم که میرن، توهین میشن، تحقیر میشن، زندانی میشن، این تهدید میشن. بازم خیر ببینه امو کم و 500 خانواده مهاجر ما را حکومت پاکستان رها کرد به وساطت هر شخصیتی بود، هر عالمی بود، هر دانشمندی بود، هر بزرگمرد پاکستانی کمی کار کرد خیر ببینن. بازا ما تمجید میکنم یه اعمالشان. من امیدوارم که رهبرهای محترم امارت اسلامی یک فضای راکم بکنن، یک فضای راکم بکنن که اینمی مردم ما از رو بردن طرف مهاجرت ها به اصطلاح منصرف شوند، در وطن خود بانن، مطمئنن اولادشان تحصیل کنه، اگر پسر است، اگر دختر است تحصیل کنه، تا می مشکلات ها بانن بیاره. نریوال بم خل پر زای پریشتو، گاوندیان بم خل پر زای پریشتو. تازه و سیو نامه ویل لیکه چیری مثلا دین جون پر مختلفی مثلا چون اخلاص نسی اسلامی امارت یا مثلا افغانستان به نور هم د انزوا سره مخ سي، مثلا نور ستونز به مخ تراسي ورته، ولي خپل د ځان سره فکر نکو چې دغه تعلیم کول زما د هیواد لپاره نه پرسي، زما د هیواد لپاره ګټه رسي، کای نړیوال ته نړیوال اته زمر د تعلیم غشتنه کوي، نړیوال به خپل برځای پرېږدي، ولي خپل ځان سره فکر نکو. جناب آقای لطیفی، من همیشه گفتم، میگم همیشه در رسانه ها گفتیم که اصلا چه ضرور که امیر رهبرای محترم امارت اسلامی موقعی را بتن برای بیرونی ها، یا شورای امنیت ملل متحد، یا یوناما، یا این، یا آن، یا امریکا، یا اتحادیه اروپا، یا اما راجب الحمدلله اکثریت قاطع رهبرای محترم امارت اسلامی شیخ القرآن هستند، شیخ الحدیث هستند، علما هستند، دانشمند هستند، اکثریتشان الحمدلله آل این زحمت افغانستان به دست شما هست، زحمت 40 میلیون ملت مسلمان افغانستان به دست شما. شما دیگه ضرورت نیست اصلا چی به یوناما چی به امریکا چی به اتحادیه اروپا چی و این چی و آن چی که بگویید که شما مکتبا را برای دخترها باز کنین، خود شما می کار کنین. صحیح است، ما مسلمان هستیم، کشور ما کشور اسلامی است، این مسئله حجاب حکم امارت اسلامی نیست، حکم خداست، حکم رسولش هست، حکم شریعت قرآن محمدی است، امیر درست مدیریت کنین. ولی اجازه بدین در به مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دخترای وطن باز کنین، در به پانتونا را برای دخترها باز کنین، درست است، اونمو فضای اسلامی را شما حاکم بسازین، اونمو شرایط اسلامی، شرایطی را که قرآن حکم میکنه، شرایطی را که رسول اعظم اسلام حکم میکنه، شرایطی را که شریعت قرآن میکنه، همون شرایط را شما تحقق ببخشین، عملی کنین، مدیریت کنین. بله شغل عبیب بولیار نظام تیرازی خلق
خلق په تشویش کې چې د خلکو ذهنونه خرابوي. تیر جمهوري نظام کې ویل کېده چې سوله به راځي، یار یو د سولې ارمان درلودی، اما اوس چې دا نظام راغلی یار یو د تعلیم ارمان لري چې کاش مکتب ژر خلاص شي. ولې هر څه پوکس یا ولس ولې زیان ویني په دې منځ کې؟ ولس ګناه څه ده اصلا؟ بالکل جناب لطیفی صاحب خوب موضوع را شما اشاره کردین. اولا خو در نظام قبلی بعضی از زمامداران نظام قبلی مثل غنی هرگز صلح نمیخواستن، به خاطر از اینکه بقای چوکی خود در برقراری صلح اونا به صلح نمیدیدن. فنای چوکی خود، سقوط چوکی خود، واژگون شدن چوکی و اقتدار خود در برقراری صلح میدیدن. مثلا غنی نمیخواست که صلح شود به میرقه، اون اخو ما دیدیم فرارش نشان داد، گریزش نشان داد، گریز ذلیلانه و موش صفتانش نشان داد که نمیخواد ای وطن صلح بیاید، نمیخواد ای وطن ثبات بیاید، نمیخواد ای وطن یک حکومت همه شمول بیاید، یک حکومت بیاید که هم تحریک اسلامی طالبات حکومت باشه. خیر است، تحریک اسلامی طالبات در رسم می بود، اما دیگر از اقشار دیگر، گروه های صالح، چهره های صالح، نه چهره هایی که در طول 20 سال در این وطن ظلم کردن، خیانت کردن، چور کردن، چپاول کردن، حالا رفتن در ترکیه و در باز جای دیگه رفتن، از اینجام یکان شهرهای گفتی ایرانی ها توی خالی میتن. ولی دیگه چهره ها، دیگه شخصیت های هست در این وطن، علما، دانشمندا، جدا از امارت اسلامی باید در حکومت میبود که همون قسم میشد، ولی غنی با فرار شوره او را نافرجامان آمد. امراجع به یک مسئله که بله، در او زمان ملت ما در آرزوی صلح بود، اما زمامدارای هم حکومت زمان نمیخواستن صلح، نمیخواستن او صلح را به ضرر خود، به ضرر بقا و اقتدار خود میدیدن. آله که صلح آمده، لله الحمد، صلح آمده، آرامش آمده، در کابل آرامش است، شما میتونین از کابل برید شب، برید قندار، برید هرات، برید مزار، برید یکسو، برید ننگرهار، برید یک طرف، برید پکتیا، برید خوست، برید یک جای آرام میتونین، هیچ کس مشکل نیست، در خود کابل آرامش است. اما حالا فقط سر مثلا موضوع بسته شدن مکاتب برای دخترای افغان هست و پانتونا همچنان. من مطمئن هستم که انشاءالله رهبرهای محترم امارت اسلامی در این قسمت خودشان خوب میبینن، متوجه میشن، خودشان احساس میکنن، درک میکنن که اصلا بیرونی ها اونا اینقدر راضی نیستن که کشور ما یک کشوری آرام باشه. بیرونی ها هرگز نمیخوان که مردم افغانستان با سواد باشن، بیرونی ها نمیخوان که افغانستان مترقی باشه. با خود ترقی افغانستان، تمدن افغانستان، پیشرفت افغانستان مربوط منود به تعلیم و تربیت فرزندان این وطن است، مرد زن این وطن است. وقتی که ما مرد زن ما تحصیل بکنیم، دختر بچه ما تحصیل بکنه، علم بیاموزه، واضح که وطن شگوفا میشه، وطن ترقی میکنه مثل ژاپن. بیرونی ها نمیخواین، جناب آقای لطیفی، بیرونی ها نمیخواین، غربی ها نمیخواین، شرقی ها نمیخواین، اروپایی ها نمیخواین، این نمیخواین که مردم ما تحصیل یافته باشه. اما آمدیم راجع به این که آره که مسائل عنوان میکنن به خاطر این اهداف شوم دارن، به خاطر که فقط امارت اسلامی را زیر فشار بیارن، ذهن مردم افغانستان، ذهن بیرونی ها را علی امارت اسلامی مخشیش بسند. هرگز طرفدار پیشرفت و ترقی و تعلیم و تربیت و تکامل افغانستان مردم افغانستان دنیا نیست. شغل یاسین حبیب ده دست ورز پهیل مخی چه با عرب غان بجرل چه سول راسته، او سر عرب غان جاری چه ده تعلیم دروازی ده دی پر مخلاصی د داسې ورځ په هیله چې د دې وشکي پاکي سي او د طالب دروازې خلاص ډیره مننه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله درنو لیدونکو ستاسو هم ډیره مننه کوم دا ودنن خبره تر بیا شو وخت لا پمن.